بریم جلو اومدیم راجع به جریان صحبت کردیم اصلا راجع به اتم ماده عنصر صحبت کردیم اومدیم جلوتر عامل ایجاد جریان رو گفتیم راجع به ولتاژ راجع به اینکه چطوری ولتاژ باعث ایجاد جریان میشه راجع به اختلاف پتانسیل و همه اینا صحبت کردیم اصطلاحات مختلف رو شناختیم قبوله کاملا قبوله اومدیم رسیدیم به روش های تولید ولتاژ خب این ولتاژ عزیز که قرار الکترون ها رو به حرکت در بیاره خودش چجوری تولید میشه من پنج تا روشش رو روششو اینجا آوردم بیسش رو میخوام یاد بگیری سه چهار تاشم عملی دو سه تاشم تست میکنم ببینی کیف کنی لذت ببری بریم بحث بعدی اوکی اولین بیا تو تصویر اولین روش الکتریسته حاصل از استکاک دقت کن بیا تو تصویر پاورپوینت رو نگاه کن الکتریسته حاصل از استکاک اینجا میبینی یه پارچه پشمی می میداره با این ظرفه در حقیقت مالش میده استکاک ایجاد میشه بار الکتریکی انتقال پیدا میکنه بار پارچه پشمی میشه منفی بار جسم شیشه ای اصطلاحا میشه مثبت یعنی این جسم شیشه ای در واقع الکترون از دست میده پارچه پشمی الکترون به خودش جذب میکنه اوکی و به همین دلیله که میبینی اتفاقی که میفته اینه که این ظرف پلاستیکی عملا از روی این ظرف شیشه ای در واقع فاصله میگیره میبینین فاصله میگیره و دور میشه خیلی خب اینجا هم نوشتم گفتم اگر دو تا جسم مانند میله شیشه ای و ابریشم بیایم به همدیگه مالششون بدیم عملا اتفاقی که میفته اینه میله شیشه ای به ابریشم الکترون میده یعنی چی یعنی بار میله شیشه ای میشه مثبت بار پارچه ابریشمیه میشه چی میشه منفی اوکی خیلی خوب چه اتفاقی افتاد بذار من ساده رو بگم مفهوم ساده شبو که چراغ رو خاموش می‌کنی می‌خوای بخوابی اگه آخرین نفر بوده باشی که می‌خوای چراغ رو خاموش کنی ها اونا که بی حالن زود میرن که چراغ رو خاموش نکنن اگه آخرین نفر بوده باشی چون من بچه آخرم میدونم مجبوری اون بچه که بودی مجبور بودیم بریم خودمون لامپو خاموش کنیم وقتی آخرین نفر میری لامپو خاموش می‌کنی می‌خوای بری بخوابی پاتو اگر بکشی رو فرش و راه بری می‌بینی یه سری جرقه داره میزنه. به خاطر وجود استکاک بین بدنت و فرش این جرقه داره اتفاق میفته به این میگیم الکتریسته ساکن یعنی بار الکتریکی داره بین بدن تو و بین فرش داره جابجا جا میشه گرفتی موضوع ها؟ این هم همینه اگه من این پارچه, شیش... پارچه پشمیه وردنم با یه میله شیشه به همدیگه مالش بدم الکترون بینشون جابجا جا میشه این جابجایی الکترون به دلیل استکاکی بود که بین دو تا جسم بود این جا جایی الکترون یعنی چی یعنی ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی اختلاف پتانسیل پتانسیل الکتریکی یعنی ایجاد ولتاژ به همین راحتی هم خوشمزگی به این میگیم الکتریسه ساکن خیلی جاها کاربرد داره خیلی جاها باعث آتش سوزی میشه اوکی کجا کاربرد داره فرادی اینجا نوشتم مثل دستگاه زیراکس از خاصیت الکتریسه ساکن استفاده میشه اوکی اما همه جا خوب نیست بعضی جاها ممجربه. آتش سوزی میشه که فعلا مورد بحثمون نیست این انیمیشن یا این گیفی هم که اینجا گذاشتیم کامل گویای همه چیز هست بریم سراغ مورد بعدی روش های تولید ولتاژ دو الکتریسته حاصل از فعل و انفعالات شیمیایی نه کن این آزمایش من میخواستم اینجا انجام بدم به دلیل اینکه اسید سفوریک با آب مقطر واکنش نشون میده و اصطلاحاً وقتی میریزیشون داخل همدیگه خیلی به قول معروف شروع میکنه قل زدن و شروع میکنه به پاشیدن میپاشه به سمت بالا و بسیار اسید سولفوریک خطرناکه من این آزمایش رو اینجا انجام نمیدم و یه اپیزود خیلی کوچولو برات بارگذاری میکنم که ببینید این دوتا چه واکنشی نشون میدن واکنش خطرناکیه و به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم این کار رو تست بکنید قطره اسید سولفوریک رو لباست بریزه خدای جای دیگه بریزه خرابکاری بسیار عظیمی ایجاد میکنه و من اصلا توصیه نمیکنم که از اسید سولفوریک و آب مقطر استفاده بکنی ولی صرف اینکه بفهمی موضوع چیه من این اپیزود رو اصطلاحا برات اووردم که تو روش تولد ولتاژ رو متوجه بشی این آزمایش هم اینجا انجام نمیدم چون خطرناکه و دکور کلا نابود میشه ولی یه اپیزود یه اسلاید برات در خلال آموزش ها بارگذاری میکنم که تو قشنگ اینسرت میکنم داخل کلیپ ها که تو کامل ببینی و اصلا متوجه داستان بشی اگه من بیام یک ظرفی بردارم داخلش اسید سولفوریک بریزم آب مقطرم بریزم یه دونه میله مسی بذارم یه دونه میله رویم بذارم این واکنش شیمیایی باعث میشه میله مسی الکترون هاش از طریق این محلول بیاد بره تو روی میله مسی میشه مثبت میله روی میشه منفی اوکی یعنی چی یعنی میله مسی بار الکتریکی در واقع الکترون از دست داد میله روی الکترون جذب کرد اوکی پس به عبارت ساده تر مسه شد مثبت روی شد منفی یه سوال بپرسم اگه من بیام با یه سیم دوتا رو به هم وصل بکنم قبول داری الکترون ها جاری میشه به دلیل اختلاف پتانسیل به دلیل اختلاف بار الکتریکی بله پس قبول داری ولتاژ تولید شد به همین راحتی به همین خوشمزگی پس یکی از روش های تولید ولتاژ تولید نیرو محرکه، تولید اختلاف پتانسیل الکتریکی استفاده از فعل و انفعالات شیمیایی اصول کار باتری های تر هم همینه دیگه یه زمانی از این باتری های تر من بابام یه ماشین داشت فروخ ماشین رو. یعنی قد اندازه یه سه طبقه خرج این ماشینه کرد خب این باتریش دائما خراب میشد ما هم باید این باتری این که میگم مال 15 20 سال پیش شاید خب ما خیلی بچه بودیم این باتری را زوری میگرفتیم میبردیم نه باتری ساز و زوری اینا شارژش میکردیم می داشیم میبردیم میذاشیم رو ماشین <applause> معنی خاطره شد بعد این باتری باتری تر بود این اصطلاحاً آب باتری که میریخت رو لباسا ما که نمیفهمیدیم وقتی می اومدیم باتری میذاشتیم این لباسامون مثلا پودر شده این فیلم تاموجری بود مثلا همدیگه رو اذیت میکردن بعد می اومد یکیشون پودر شده و فقط سرش مونده بود دقیقاً لباسامون پودر میشد اینقدر این آب مقطره این در واقع آب باطریه که داخلش بود بسیار خاصیت اسیدی داشت و تمام لباس رو نابود میکرد کسایی که از باطریه تر استفاده کردن میدونن من چی میگم یعنی همین اسید سولفوریک و آب مقطر اگر بریزه رو لباست کل لباست رو خراب میکنه یعنی قشنگ جوری که دست بزنی به لباست لباست میریزه اوکی خیلی خوب بعضی مواد شیمیایی بیا تو پاورپوینت تا به توضیح بدم بعضی مواد شیمیایی با فلزات مخصوصی ترکیب میشن و واکنش شیمیایی ایجاد میکنن که باعث تولید الکتریسیته میشه مثل باتری تر اگه ما بیایم اسید سولفوریک رو در یک ظرف شیشه ای با آب مخلوط بکنیم و سپس یک میله از فلز روی و یک میله از مس بیام داخل این محلول بذاریم واکنش شیمیایی باعث میشه تعدادی الکترون از مس جدا بشه و از طریق محلول بره وارد میله روی بشه خب تو این حالت اتفاقی که میفته اینه مس قطبش میشه مثبت بارش میشه مثبت و روی میشه منفی چرا چون مثل الکترون از دست داد روی الکترون گرفت اونی که الکترونش اضافی شد میشه بارش منفی بار غالبش منفیه اونی که الکترون از دست داد میشه بار مثبت به همین راحتی یه با یه قطب مثبت ایجاد کردم یه قطب منفی قطب مثبت قطب منفی میشه باتری دیگه ها میشه اختلاف پتانسیل میشه اختلاف بار الکتریکی میشه ولتاژ میشه نیروی محرکه خیلی جالبه نه شکل نگاه کن باقیات و صالحات تا این شکل آخر آقبت به خیرت میکنه نگاه کن این محلول اینجاست میله روی میله مس میبینی؟ مسه داره الکترون از دست میده؟ اوکی اگه من با دو تا سیم دو تا رو به هم دیگه وصل کنم این الکترون ها مجدد توی این سیکل میچرخه و این یعنی ایجاد جریان اوکی